الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. کارخانه تولید پرده کعبه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولین شخصی هستند که در آغاز اسلام پوششی برای کعبه مشرفه تهیه نمودند. پس از ایشان خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین نیز در تهیه لباس کعبه بر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل نمودند و بعد از آنها کشورهای اسلامی در شرف تهیه پرده کعبه بر هم پیشی می گرفتند، تا آنکه تقدیر الهی بر این رفت که کشور عربستان سعودی توسط ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن رحمه الله به وجود آید. بنا به دستور ایشان در سال 1345 هجری قمری برای کعبه مشرفه پرده تهیه گشت تا در روز عید قربان همان سال کعبه مشرفه با آن پوشانده شود. در اولین روزهای محرم سال 1346 هجری قمری ایشان دستور دادند کارگاهی ویژه برای بافت پرده کعبه بنا گردد. در تاریخ سرزمین حجاز این مرکز اولین مؤسسه‌ای به شمار می رفت که تنها جهت بافت پرده خانه الله تأسیس شده بود. در سال 1397 هجری قمری پادشاه وقت عربستان سعودی خالد بن عبدالعزیز رحمه الله فرمان شاهی جهت برپایی کارخانه ویژه برای بافت پرده کعبه صادر نمود و این کارخانه در منطقه ام الجود در شهر مکه مکرمه تا به امروز مسئولیت بافت پرده بیت الله را به عهده دارد. این کارخانه که از مفاخر دولت عربستان سعودی به شمار می رود همیشه مورد اهتمام و عنایت خاص پادشاهان این کشور قرار داشته است. پادشاه عربستان سعودی هر ساله پرده جدید کعبه مشرفه را با دست خود از کارخانه تحویل گرفته و به مسئول ارشد خدمت به خانه الله تحویل می دهد. مراحل تهیه پرده کعبه مشرفه: 1. مرحله رنگریزی. با تهیه الیاف ویژه کار بافت پرده کعبه مشرفه آغاز می شود. در آغاز این مرحله بهترین ابریشم‌های خالص جهان به این بخش منتقل شده و به شکل الیاف خام در می آید. الیاف تهیه شده با سمغی که سرسین نام دارد رنگریزی می شود تا رنگ ابریشم به زردی گراید. 2. مرحله بافت ماشینی. این بخش ویژه ساخت قسمت بیرونی پرده کعبه است. این قسمت به سیستم ژاکارد مجهز شده است تا آیات و عبارات مبارکه قرآنی به همراه نگاره‌های زیبا به بهترین وجه ممکن بر روی پارچه پرده نگاشته شوند. در ابتدای هر مرحله از بافت نخهای ویژه آن مرحله در این بخش آماده می گردد. نخها روی یک قرقره مخصوص به صورت تارهای منظم در کنار هم قرار می گیرند. بعد از این مرحله نخهای تهیه شده به صورت تار طولی روی قرقره استوانهی قرار گرفته و به اندازه و مقدار مورد نیاز در کنار هم چیده می شوند. نخهای پود عرضی به صورت دسته های ششتایی
در یک لیف روی قرقره های خاصی پیچیده شده و به دستگاه های مربوطه سپرده می شود. قطر پرده خارجی کعبه مشرفه توسط تاروپود های مشخص به گونه طرح‌ریزی می گردد که بتواند در مقابل عوارض طبیعی یک سال کامل دوام داشته باشد. قسمت دیگر پرده که آیات قرآنی روی آن بافته می شود با دستگاه ها و پارچه های ویژه مجهز شده تا بتواند نقش های چشمگیری از آیات قرآنی و میناتوری های زیبا را روی پرده کعبه به تصویر کشد. مرحله بافت دست. محصولات دست بافت همیشه از ارزش ویژه‌ای در جهان برخوردارند. بسیاری از مردم با وجود پیشرفت روزمره بافت‌های ماشینی در پی دست یافتن به دست بافت‌های هنری هستند. در کارخانه بافت پرده کعبه بخش ویژه هنرمندان دست بافت که جمال پر رونق پرده خارجی کعبه را رقم می‌زنند با همکاری بخش تهیه پارچه داخلی با نقش‌های سیاه و سبز شاهکاری هنری و شگفت‌انگیز را ارائه می‌دهند که زبان از وصف دقت و صبر و پشتکار سوزن زنان هنرمند آن عاجز است. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. کارخانه نساجی پرده کعبه مشرفه مورد عنایت و اهتمام ویژه مدیریت‌های کلان عربستان سعودی است. مدیریت کل رسیدگی به امور مسجد الحرام و مسجد نبوی تمام شؤون مربوط به این بخش را در حیطه مسئولیت خود دارد. دولت به صورت پی در پی و همگام با نوآوری‌های تکنولوژی روز این کارخانه را با پیشرفته‌ترین دستگاه‌هایی که در این میدان اختراع می‌شود مجهز می‌سازد تا پرده کعبه با سرعت بیشتر و کیفیتی بالاتر که لایق قداست و مکانت والای کعبه مشرفه است تهیه گردد. از جمله بخش‌های این کارخانه بخش چاپ است. نقش‌ها، طرح‌ها و خط‌های پرده برخلاف آنچه گمان می‌رود همیشه به یک شکل نیست، بلکه هر چند گاه یک بار سعی می‌شود تا با تغییر این نقش‌ها بر زیبایی پرده کعبه افزوده گردد. این زیباسازی مستمر، نوشته‌های هنری، نقش و نگارها و تزئینات پرده را در بر می‌گیرد. در بخش چاپ ابتدا قالب آنچه بر آن نساجی می‌شود آماده می‌گردد و پس از تولید پارچه و چاپ خط و یا نقش بر آن نوبت مهمترین مرحله که ویژگی خاص پارچه کعبه مشرفه است فرا می‌رسد، نساجی با نخ‌های نقره و طلا. در آغاز کار این بافندگی هنرمندانه با توجه به فن بافندگی و ضوابط نساجی الیاف قطوری با حجم‌های مختلف روی خطاطی‌ها و نقش و نگارها قرار می‌گیرد. به این وسیله برجستگی معینی روی پارچه طراحی شده به وجود می‌آید. سپس روی این برجستگی‌ها با نخهای طلایی رنگ پنبه‌ای به شیوهی هنرمندانه بافندگی صورت می‌پذیرد و روی این نخهای زرد یک ردیف سیم‌های طلا با هنرمندی بیمانندی نساجی می‌گردد. در کنار این خطوط طلایی خط‌های نقره‌ای وجود دارد که
با الیاف پنبه سفید بافندگی شده و با همان دقت خطوط طلایی به صورت بافت‌های رو در رو نساجی می‌گردد. بخش پارچه بافی، پارچه هر ضلع کعبه مشرفه بنا به ابعاد دیوار آن جداگانه اندازه‌گیری می‌شود. سپس این قطعه‌های بافته شده با دقت فراوان و با نظرداشت خطوط و نقش و نگارهای فنی موجود در آنها در کنار هم قرار داده می شوند و در پایان پرده کعبه از قسمت بالا با تنابهای مخصوصی محکم می شود که این تنابها با دستگاه‌های اتوماتیک خاصی روی پرده کعبه نصب شده است. پرده کعبه شاهکاری هنرمندانه است که بعد از فضل الهی دستان توانمند هنرمندان این سرزمین آن را به وجود می آورد تا این همت والا و سلیقه زیبا در راه دست یافتن به مقام والای رضایت الهی فدای خدمت به بیت الحرام گردد. أشهد أن لا إله إلا الله.